با گذشته هر روز نبرد علیه شورشگری در افغانستان شعله‌ور می شود و افسران تازه نفس نیز برای پر کردن خلای نظامیان بین المللی در میدان نبرد وارد جنگ می شوند. امروز نیز 733 سرباز ارتش پس از دوره آموزشی 3 ماهه بومی با شعار برای افغانستان خدمت میکنم سند فراغت به دست آوردند. فرمانده قوت های زمینی به نیروهای افغان گوشزد میکند که برای دفاع از افغانستان هر گونه تجهیزات نظامی را به کار ببرند. پیام میتوم، دستور میتوم، هدایت میتوم که از تمام تجهیزات شما در دفاع از حریم مقدستان، در دفاع از افغانستان سربلند و با عزتتان از تمام امکاناتتان استفاده بکن، عزت خواهرا و مادرایتان حفظ بکنید. ما فراموش نمیکنیم 6800 مرمی توپی که اونا انداخت شده بالای مردمی ولایت کنر، ما ایرا فراموش نمیکنیم. او شکلگیری حکومت وحدت ملی را به معنای ناکامی همیشگی طالبان دانسته میگوید. با وجود تلاش بیش از حد جنگجویان طالب، هیچ بخش از افغانستان به دست این گروه سقوط نکرده است. او سربازایی که در سنگین و او سربازایی که در ولسوالی اجیرستان که های دشمنان مردم شما تبلیغ میکنه که اجیرستان همی لحظه سقوط میکنه، نه خیر نمیکنه، سقوط نمیتونه سقوط داده. ما برای شما میگم امی لحظه کمانده های شما خانه به خانه دشمنان جاهل و کردیل شما را در ورسوالی اجیرستان میپالن، تعقیب میکنن، به جهنم واصلشان میکنن. هر سرباز تیار ده چې خپله وینه ورکی او خپل سر ورکی او دې وطن ته قربانی ورکی او آزادی کو. خیانتکار هم په وطن کې نه منو موږ دا خیانتکاره، او وطن ته به داسې خدمت کوو چې په یوه ګوته مړالی موږ به وطن ته خدمت کوو. او وینو باندې ککړ ښکاره ما زیرپیرانی و پتلون مې څه دریشه مې ښکېدلې په مرمۍ باندې سورۍ ښکاره ما. سیزده سال کباب از جنگ علیه شورشگری در افغانستان میگذرد، جنگی که طولانی ترین و پرهزینه ترین نبرد برای آمریکا خوانده شده است و با گذشت هر روز شعله‌ور می شود. اما این نیروها تا کمتر از 4 ماه دیگر جای پای سربازان به اینجا در خط مقدم نبرد پر کرده و دیگر به تنهایی با طالبان رویارویی خواهند کرد. فاد ناصری، آریانا نیوز.